بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم العن الجبت والطاغوت، اللهم العن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. الحمدلله رب العالمین. خدای متعال، آقا سید و شهدا اجازه دادند هنوز تنفس میکنیم هوای شهر مقدس کربلا رو. امیدوارم شما هم همینطور که از اول تا به الان همانند با سر سفره پر خیر برکت اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، مخصوصا سفره پر خیر و برکت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مهمان هستیم و به یمن وجود این آیت الله العظمای مبارک استفاده میکنیم از خان و کرم خدای تبارک و تعالی انشاءالله در آخرت هم در خدمت این بزرگواران باشیم و بتونیم همچنان عرض ارادت خودمون رو به این حضرات مطهر عرض داشته باشیم. امروز روز یک شنبه است و این افتخار رو دارم بنده ریاض میر خلفزاده از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم مطهر آقا سید و شهدا سلام الله علیه با برنامه سلام کربلا به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما باشم. خدا رو شکر امروز هم همانند روزهای یک شنبه هفته های قبل با دو آیتم در خدمت شماییم. آیتم اول بحث تربیت فرزند هست که بحث های شیرینیه که جناب شیخ محمد سیروس در خدمتشون هستیم از ونکوور کانادا. و آیتم دوم رسوندن صدای شمای بزرگواران به کربلای معلا هست. انشاءالله هر چه زودتر شما رو در کربلای معلا ببینیم. پس استفاده بکنیم از بحث جناب محمد سیروس که لطف کردن در ارتباط با تربیت فرزند و اون مواردی که در کشورهای غربی و اروپایی هست
به چه صورت عزیزان، شیعیان، محبین پیامبر اکرم آقا امیرالمؤمنین بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و همچنین اولاد معصومشون در اونجاها زندگی میکنن، انشاءالله که هیچ مشکلی نداشته باشن و اگر هم مشکلی هست با توجه به این سلسله بحث هایی که داره پخش میشه انشاءالله هر چه زودتر رفع مشکلاتشون بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در ادامه تربیت فرزند میخوام یک نکته اشاره کنم که قبلا هم صحبت شده، ولی امروز میخوام یه مقدار در این موضوع عمیق‌تر صحبت کنیم. موضوع امروز اعتیاد هست. این مشکلی است که شاید بعضی از والدین این را می‌بینند تو بعضی از فرزندانشون و می‌خوایم ببینیم حالا می‌تونیم یک راهی حلی پیدا کنیم برای ترک اعتیاد. ببینید، اعتیاد علاوه بر مشکلات روحی، روانی و جسمی، یه مشکلی هم در مورد بدنامی خانواده هست. خیلی از خانواده ها مجبور میشن قایم بکنن که اطرافیا، دوستان، خانواده ها، جامعه او خانواده را بدنام نکنن و شاید بعضی از خانواده ها منزوی میمونن و خجالت میکشن که به افراد متخصص در این مورد صحبت کنن. تو بعضی از موارد فرزندانی که در این راه دچار آلوده شدن، شاید یکی از ریشه های این مشکلات عدم مکالمه یا ارتباطی با والدین. خیلی هم مهم هست، اینم باز هم تأکید میکنم، ارتباط والدین با فرزند، یعنی نه که فقط سر میز یا سر سفره یه صحبتی اختصاصی بکنیم امروز چی کار کردید، بلکه حضور والدین در زندگی فرزند و حضور زندگی فرزند در زندگی والدین، یعنی در واقع مثل یک تیمی میباشد که همیشه با هم هستن، یعنی اگر حضوراً با هم نیستن ولی روانن با هم باشن، مکالمه رو همیشه نگه دارن. اگر امروزی مثلا در مدرسه ای اتفاقی افتاده باشه، فرزند بتونه در راهی به راحتی مشکلاتشون یا شادیاشون با پدر یا با مادر یا با دوتاشون اینو ابراز بکنه و این ارتباط اگر همیشه نزدیک بمونه با نگهداری حرمت فرزند و نگهداری حرمت والدین، و این باعث میشه که یک مرحله‌ای شما اومدید جلو برای ضمانتی که انشاءالله هیچ مشکلی در مورد اعتیاد پیش نیاد. بس بازم تأکید میکنم، این نکته اول، این ارتباط نزدیک مثل یک تیمی در منزلی، والدین با فرزند و فرزند با والدین، این ارتباط باید به طور احسن نگه داده بشه. بعضی وقتها این هم هست که والدین توجه نمی کنند که شاید با بعضی از فرزندانشون ارتباطشون بهتر از فرزندان دیگرشون. مثلا اگر دو تا پسر داشته باشن یا دو تا دختری یا دو تا پسر و دو تا دختر و مادر با یکی از دخترانشون یک مقدار نزدیکتر است، یعنی احساس اون صمیمیتش رو بیشتر بروز میکنن و پدر هم همچنین،
خب فرزندان خیلی زود متوجه میشن که مثلا این یکی از برادرانشون یا خواهرانشون ارتباطش با والدین نزدیکتر باشه، باعث میشه که این هم یه مقدار فاصله نگه داره. این هم خیلی باید مواظب داشته باشه، خیلی باید مواظبت کرد، چون میبینیم که این قضیه اختلافات رابطه بین فرزندانشون باعث میشه که این فاصلگی با بعضیاشون داشته باشن و این فاصله بیفته همیشه میفته و میمونه. یعنی حتی اگر به سن بزرگسالی برسن فرزندان فراموش نمی کنن. این هم یک نکته که میخواستم توجه داشته باشیم، به خاطر که بعضی از فرزندانی که دوچار اعتیاد هستن اصولا اون فرزندی است که همیشه ارتباط با والدینش فاصلش بیشتر بوده و بعضی اوقات توی معاینه پزشکی میگن فرزندان که مثلا من تو فامیل همیشه اونی بودم که پدر یا مادر با من توجهی آنچنانی نداشتن، برخلاف مثلا برادرم یا خواهرم. و اینم این یکی از نکاتی که خیلی رو این باید کار کرد و با متانت و با یه حساسیت خاص باید خیلی متوجه کرد برای ارتباط با فرزندان به طور موازی، نه که یکیش به ارتباطش کمتر باشه یا بیشتر باشه. و یک نکته آخر میخواستم عرض بکنم خدمت شما، این قضیه سفر کردن فرزندان. حالا خیلی ها میگن که شاید از لحاظ توانا برای ما سخته. حالا ما احادیث زیادی داریم که خداوند متعال میگه خدا رحمت کنه اون بندگانی که به فرزندان خودشون خدمت میکنن و احسان میکنن، که در واقع این باعث میشه که انشاءالله روز قیامت یک نتیجه خیلی خوبی بگذره توی این محکمه یا دادگاه روز قیامت. و یکی از خدمتهایی که شما انجام میدین این هست که از لحاظ اقتصادی برنامه ریزی کنین که سالی یعنی یک ماه دو ماه برن زیارت. حالا خیلی ها میگن شاید هزینه سنگین، ما نمیتونیم. حالا غیر از زیارت حداقلش اطرافیای شما، اون کسانی که توی ونکوور هستن یا توی کالیفرنیا یا سیاتل، همین همسایه های ما، ببینید 2 ساعت 3 ساعت رانندگی از ونکوور، شما اینجا بیابان هست، دشته، شما الان یک ماه کامل تو دشت باشن با زیر خیمه با خانواده، هزینه همانچنانی نداره. چقدر محیط صمیمی‌تر میشه بین والدین و فرزند، چقدر این فضا رو که عوض بکنی بشکنی باعث میشه که فرزندان انشاءالله بتونن این اعتیاد رو عوض کنن. اعتیاد رو میخوای عوض کنی با یک مدت 40 روزه حساب کنی، 40 روز بگذره این اعتیاد از بین میره، ولی کاملا نه، امکان داری برگرده. برای همینی که باید دائما برنامه ریزی بشه. اگر اعتیاد دوچار اعتیاد سختی افتاده و قابل اصلاح نیست با یه سفر 2 روزه، چشم، شما باید مجبورید که دیگه تو این طول سال نصف سال تو یک کشور مسلمان باشه که برنامه ریزی شده تو این محیط مذهبی. حالا نه که هر محیطی باشه، مثلا اگر شما مقیم اروپا یا غرب هستی یا آمریکا، کانادا یا هر جای دنیا، ببریدنشون اماهنگ کنی با خانه. اگر اصالتا ایرانی هستی 6 ماه سال تو ایران باشن، راهی دیگه نیست. برن تو اونجا، هم یاد میگیرن، هم زبان یاد میگیرن، هم دین یاد میگیرن، هم زیارت میکنن، هم رفت آمد میکنن با خانواده ها. چون یکی، بازم بگم، یکی از مشکلایی که دوچار این اعتیاد هست بطالت هست و عدم روابط با والدین و اطرافیان، و باعث میشه که این تنهایی، این بطالت با 2 تا دوست که مذهب نداره یا ایمان ندارن
یا تقوا ندارن و اینا بهش تعارف کنن یک کارهایی که نباید انجام بده، این چی میشه آخرش؟ دیگه معتاد میشه. بس دیگه این واقعا مجبورن که برنامه ای انجام. یه خانواده هست، این نکته آخر انشاءالا تا برنامه آینده تا هفته آینده، یه خانواده هست که به اصطلاح با من تماس گرفتن، گفتم مشکل اقتصادی داریم و واقعا ما آخر ماه هم کمیشه یه $100 کم میاریم برای اجاره خونه، برای هزینه ها، ما چطور میتونیم فرزندمون رو ببریم کربلا یا ببریم مثلا عمره هر سالی یا هر 6 ماهی؟ ببینید ازشون سوال کردن اگر شما مثلا صدقه یا خمس یا زکات سر موقع بدید انشاءالله هیچ وقت مشکل اقتصادی پیدا نمی کنید. قضیه امینه و الحمدلله با توسلی که به امام حسین و التماسی به امام حسین سید الشهدا علیه السلام که برن زیارت بکنن، این کاراشون حل شد و خیلی هم تعجب کردن که کارش حل شد و یه کاری بهتر پیدا کردن و تونستن هر سالی در کربلا فرزندان خودشون را ببرن. انشاءالله که سالم بمونن و همه عزیزان هم سلامت باشن، سلامت روحی، روانی و ایمانی انشاءالله. انشاءالله تا برنامه آینده به خدای متعال می سپارم. یا علی، خدا حافظ شما. کمال تشکر رو داریم از جناب شیخ محمد سیروس که با صحبت‌هاشون راهنمایی می‌کردن. آخرین کلامی که ایشون گفتن حرف از زیارت پیش اومد. بد نیست عرض بکنم الحمدلله رب العالمین، اگر خدای ناکرده واقعا مشکلات اونقدر زیاده، حالا روی صحبت من با همه شما عزیزان هست، نخواست اون خانواده هایی که نستجیر به الله مشکل دارن فرزندشون از این مشکلاتی که نام بردن داشته باشه، ولی کلن برای زیارت خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. با همت شما شیعیان مولا امیر المؤمنین که در جای جای این کره خاکی دارید زندگی میکنید و حمایتی که از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام دارید انجام میدید، یه مقداری ولو این که تصویری هست، ولو این که مجازی هست، ولو این که دور هست، ولی در نهایت باز لااقل چشم میتونه ببینه، گوش میتونه بشنوه و با زبان هم انشاءالله بشه زیارت کرد. تصاویری که شبکه جهانی امام حسین علیه السلام عرض کردم، اونم با همت و یاری خود شما از کربلای معلا به کل این کره خاکی ارسال میکنه، انشاءالله پنجره هایی که در منازلتون هست مستقیما رو به حرم مطهر آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس در شهر مقدس کربلا باز میشه و بتونید به راحتی زیارت بکنید. خب از موضوع تربیت فرزند که خارج بشیم، میرسیم به آیتم دوم برنامه امروز سلام کربلا که انشاءالله قرار صدای شما به کربلا برسه و همینطور که در همین لحظات قبلی عرض کردم با دیدنه تصاویر به خوبی و به راحتی خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. در زیارت هاتون انشاءالله خیلی زیاد برای فرج مولامون آقا امام زمان
عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا بکنیم. کلامی است که خدای تبارک و تعالی فرموده و خود حضرتش هم همین رو از ما خواسته، هم دعا هم انتظار فرج، سلامتیش رو هم از خدای بزرگ میخواهیم که بتونیم انشاءالله درک کننده اون ایام باشیم. آماده اید؟ قلب هاتون اومد طرف کربلا؟ یا علی، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم. نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره
بی تو قلبم شتیره، نگو نمیشه کربلات بیام روم و زمین نزن حسین. آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین. زیارت هاتون قبول باشه انشاءالله، انشاءالله خیلی زود مشرف بشید از نزدیک ظاهر امام حسین علیه السلام در کربلا، آقا ابوالفضل العباس علیه السلام باشید. قطعا کسی که ظاهر امام حسین میشه، مگه میشه، دلش مگه میاد که نجف اشرف، کاظمین مقدس و شهر سامرا رو زیارت نکنه؟ گرچه خود خیابون‌ها و ساختمون‌ها که جای زیارت نیست، اگر کسی مشرف میشه نجف اشرف از باب این که در برگیرنده جسد مطهر آقا امیر المؤمنین انبیاء الله و اولیاء الله هستش، یا همین کربلا حرم مطهر امام حسین علیه السلام در برگیرنده جسد خون خداست، اصحاب با وفاشون، اون شیرخواری لب تشنه، یا در کنار مشرعه فرات در برگیرنده یل ام البنین آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. انشاءالله روزیتون بشه از نزدیک زائره این حضرات و این ذوات مقدسه باشید. شماره تماس برنامه باز 2964 771 6167 100 در اختیار شما هست که انشاءالله هر چیز زودتر، الان که دارید از طریق تماس میخواید سلام بدید، هر چه زودتر خودتون مشرف بشید کربلا. بگذارید حرفی که توی دلمه و گلوم رو داره فشار میده عرض بکنم. بزرگواری دیشب قسم میخورد حاضرم همه چیزم رو بدم ولی باز مشرف بشم به زیارت آقا ابوالفضل العباس آقا امام حسین، باز دوباره بیام اون قبر کوچولو رو ببینم بگم یا ابوالفضل العباس تو یل ام البنین بودی، چرا اینقدر ذریعت کوچولو. از این باب بود که بغض گلوم رو گرفت و یاد اون عزیز افتادم و توی سلام هم یاد همه شما بزرگواران بودیم و انشاءالله در زیارت ها خواهیم بود. اولین تماس رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر. ممنونم، متشکرم. آقا کیان سلام بده. خواهش میکنم خواهرم، بدید گوشی رو آقا کیان رو هم در خدمتشون باشیم، خوشحال میشیم. سلام. سلام آقا کیان، عمو جون حال شما خوبه؟ بله. به کربلا خوش اومدی. ممنون. امروز چی میخوای به آقا ابوالفضل العباس و آقا امام حسین بگی؟ میخوام سلام بدم. یا علی، آفرین به این معرفت و این تربیت. بفرمای عمو جون سلام بده، بقیه رو هم یادت نده. سلام ابوالفضل. یا ابوالفضل. سلام علی اکبر. سلام علی اکبر. سلام مراقع یه جا دوستم بیام کربلا دعام کنیم. انشاءالله میای کربلا، انشاءالله ما دعات میکنیم عزیزم. دعا
حالا خودم میخوام سلام بدم آقای میترانسان. بفرمایید خواهرم. حالتون قبول باشد انشالله. و همچنین متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نیابتی پدر مادر همسر اهل قبور برا سلامت امام زمان یاراناش تعجیل در ظهورش. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر الاهد منی بزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی عباس الحسین. السلام علیک یا امیر المومنی. السلام علیک یا حضرت فاطمه. السلام علیک یا خدیجه الکبرا. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. السلام علیک یا ام البنین علیهم السلام و رحمت الله و برکاته. الله میدم به همسایمون. خواهش میکنم. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. به نیابت خودم پدر و مادرم سلام عرض میکنم خدمت آقامو. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام علی یا امیر المومنین و سید المومنین. سلام علی یا فاطمه زهرا. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. ممنون از برنامه خوبتون. خدا حافظ. یا علی مدد، قبول باشه زیارتتون، انشالله حاجت روا باشید. الحمدلله تلفن پربرکتی بود. هم آقا کیان سلام داد، هم مادر بزرگش، هم همسایشون. خدا رو شکر، خدا رو شکر. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زیارت بدم. قبول. ممنون، متشکر. بفرمایید زیارت کنید آقا امام حسین علیه السلام. التماس دارم آقا. خواهش میکنم، ما انجام وظیفه میکنیم. صدای شما هم الحمدلله رسیده. خودتون با آقای امام حسین درد و دل کنید. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم ابن رسول الله. السلام علیکم یا امیر المومنین یا فاطمه زهرا سیدت العالمین. السلام علی الحسین ابن الحسین و علی اولاد و علی اصحاب الحسین رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا قمر بنی. السلام علیکم یا زینب. السلام علیکم یا حضرت رقیه. السلام علیکم یا السلام علیکم یا محمد المشتبه. خدا فرج آفید امان و برسه. خدا یا امید مریضا را شفا بده. خدا کنه گرفتار. الهی آمین. اللهم عجل ولی کل فرج. اللهم عجل ولی کل فرج. سپاس دعا دارم. انشاءالله حاجت روا باشید. انشاءالله خیلی زود همراه با خانواده مشرف بشید و از نزدیک زائر باشید. یا علی مدد. از شما بینندگان عزیز درخواستی دارم و اونم اینه که اگر طفل کوچولویی در منزل هست و دوست داره میبینه شما دارید سلام میدید، داره صحنه های حرم مطهر آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس بین الحرمین رو میبینه، اون هم دوست داره سلام بده یا صحبت بکنه، ازش دریغ نکنید. اینها ملکه میشه براش و میمونه توی ذهنش، انسی پیدا میکنه با آقا امام حسین علیه السلام. خدا انشالله به همگیتون جزای خیر بده. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا. انشاءالله قبول باشه زیارت هایتان. قبول حق باشه اعمال شما. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت. سلامت باشه. خدا شما را حفظ داشته باشه، سلامت داشته باشه که شبکه را بر ما را انداختید. امام حسین از شبتی تانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکی آبا عبدالله. السلام علیکی ابن رسول الله. السلام علیکی امیر المومنین و ابن سید المسیح
السلام علیکم فاطمه تو سیدت النساء العالمین، السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته، السلام علی الحسین علی علی بن الحسین علی اولاد الحسین علی اصحاب الحسین الله باسل حسین، السلام علیکم قمر مایی بنی آشد، السلام علیکم الفضل فانسیانم داری کربنا، السلام علیکم یا بیبی زینب کفران، السلام علیکم بری اکبر جان علی اسکر جان، السلام علیکم یا بیبی راقی، السلام علیکم سایب زمان علیکم، السلام آقا بسید اشتاق کنال از برستک بادر کب خدا بگیر کافی میزن را فرج آقای مام زمان مورز نورشت سلامت زمان سلامی مام دار به این حسین آقا ما گناه کارا را طلب کار باب مولایم صاحب مار بخواهیم ده ای دنیا زیارت آخرت شفاعت دیگه چیز نمیخواهیم مثل دنیایی نمیخواهیم خدا وقتی ما بسید وقتی فاطمه زن و شفاعت دنیا و آخرت مارک کنیم یا الله جزاوی زیارت نامه برمای مامنین و مامن سیمین و مسلمان در مای گذشتگانن مای پدر مادرم شبرم مادر شبر پدر شبرم خدای آن جمانان به پناه اسمت خود نگاه کنی برای راست نمایشان کنی خدا جمله مریضها را شفای بخیر بدی مارم شفا بدی خدا که این شب جمله مریض بودم من شفا خانه ندانستم و آقای مام سی سلام بدم یا آقای مام سی یا امام حسین ده ای دنیا زیارت آخره در شماعت درم انوست بودی خدا برکت اصلاحی بودی بابا لماش فرج آقای امام زمان مورا نزدیک به سادی آجی هم آمش گل داریم مسافر داریم دو کک مسافر آرسه ایسان مرک مسافر آرسه ایسان به منزل مقامشان برزنانم خدا در بین روز بود آقا هم سیار گرفتاری داریم گرفتاری ما این نمیشتیم رد کرد از ترکیه کدام سفریم افغانستان این حال روز هیچ نمیفهمیم خود ما مریض برد آقای مام سین و بهش آقای مام سین شما روی دار هستین خادمش هستین زمانش هستین دوماز کنیم یا ابا عبدالله ممنونیم از آبرویی که دادی ما یه روی سیاه شما بسیار زد دارین و بهش آقای ما مستین زوارش بستین قبول باشه زیارتتون خواهرم انشاءالله حاجت روا باشی تو صدا آجی آقا سلام یا علی مدد اللهم عجل لولی کالفرج یا علی مدد یا علی شمای عزیزی که گرفتار هستی بگو یا حسین شمای عزیزی که مورد ظلم واقع شدی بگو یا حسین شمای عزیزی که طفل شیر خار داری در منزل بگو یا حسین شمای عزیزی که طفل 3 ساله و دختر دردانه داری بگو یا حسین شمای عزیزی که از هر جهت بهت فشار میارن تعداد اعدا برات زیادن بگو یا حسین یا حسین یا تماس بعد رو دریافت بکنیم سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم آقای مرخبه روز شما بخیر خسته نباشید وقت شما بخیر به کربلا خوش اومدید بفرمایید زیارت آقای امام حسین علیه السلام زنده باشید تشکر یا حسین جان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول الله السلام علیکم یا نبی الله السلام علیک یا امیر المومنین و ابن سیدنا حسین السلام علیک فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین السلام علیک خدیجه الکبرى ام المومنین السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابا عبدالله
ارواح التي حلت بثنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله احد من زيارتكم السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين ولا زوار الحسين جميعا ورحمه الله السلام عليك يا بيبي زينب سلام الله عليها السلام عليك يا سيسو الإمام حسين السلام عليك يا عباس بن علي السلام عليك يا پرچم دار دشت کربلا يا سقای طفلان السلام عليك يا امام الزمان السلام عليك شريك القرآن فداية الشام يا امام الزمان زورش نزيك نزيك تربكن بابري امام حسين بابري احل بيت پیامبر خدای فرج مولای ما را برسان گناهای ما را ببخش دعای مستجاب بفرمان خدا جان کمک من که خدا از شر ظلم ظالم نجات من از وسوسه های شیطان یا آخر زمان نجات من جان مولای من آقای ما را برسان آقا جان بیا در خدا بکام کن آقا جان بیا بادر بکام کن آقا میدونم گناه کاریم میدونم خدا جان از سر تقسیم های گناه های بنده های گناه ها بگذر خدا جان تو را بابروی علی اولاد یلی قسمت میدیم فرج مولای ما را برسان کربلای معلا نصیب ما بگردان از گناه و بلا آخر زمان نجات من اللهم عجل ولیک الفرج اللهم عجل ولیک الفرج خدا ارحم الراحمین از گناه های ما رو بوقت دعای مستجاب بفرمان دستتان درد نکن آقای من خلق زد قبول باشه زیارتتون انشاءالله در دنیا زیارت در آخر شفاعت حسین جان یاری ایمان کنه زنده باشه یا علی مدد خدا نگهدار بگیرید تذکره کربلاتون رو بگیرید گذرنامه کربلاتون رو بگیرید برات کربلاتون رو که این ایام ایامشه این ایام و روزها که داره میاد و در پیش رو هست ایام خاصی هست نزد خدای تبارک و تعالی اولین مناسبتی که داریم ازدواج آقا امیر المؤمنین اگر اشتباه نکنم ایام آقا امام جواد ایام عرفه شهادت حضرت مسلم ایام غدیر عید ولایت عید امامت ایام ماه محرم بگیرید در این ایام تذکرتون رو که بتونید انشاءالله مشرف بشید واقعا خیلی خوشحالیم که داره انشاءالله تسهیل میشه باز شده مرزها مخصوصا مرزهای کشور ایران با عراق عزیزان هم میتونن انشاءالله زمینی مشرف بشن کربلا برسن خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه انشاءالله همگیتون حاجت روا باشید تماس بعد رو دریافت بکنیم سلام علیکم و رحمت الله سلام آج آقا خسته نباشید وقتتون بخیر ممنونم وقت شما هم بخیر به کربلا خوش اومدید بفرمایید زیارت بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علن ارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أقاصي الصدر السلام عليك يا أم البنين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا علي أسر السلام عليك يا حضرة الخير السلام عليك يا أفضل الشهيدين آقا جان امام حسین جان مدد امام رواق راجت قلبی ما رو بکنید یا امام حسین یا اول خدل عباس مدد قلبی ما رو بکنید تو برو آقا امام زمان رو برسان اللهم عجل ولیک الهی آمین اللهم عجل ولیک الفرج حاجت روا باشید خواهرم انشاءالله خیلی زود ممنون. مشرف بشید و از نزدیک زائر باشید ممنونیم از تماستون سلامت باشید دعا برای امام دعا کنید دستتون درد نکنید به زیار امام باشید حتما انشاءالله حاجت روا باشید ممنونیم
یا علی مدد، خدا نگهدارتون. شمایی که امکان خنک کردن خونه و به قول معروف محل زندگی خودت رو نداری، گرمت میشه بگو یا حسین. شمایی که گرسنت میشه، تشنت میشه بگو یا حسین. شمایی که غریب هستی، از خانواده و وطن خودت دور هستی، بگو یا حسین. شمایی که گرفتار شدی، شمایی که راه به جایی نداری، بگو یا حسین. شمایی که تو کار خودت موندی، نمیدونی چه باید بکنی، بگو یا حسین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم بر سلام جواش. به کربلا خوش اومدید. سلامت باشید. بفرمایید زیارت. تشکر میکنم از برنامه خوبیتان. تشکر میکنم از برنامه خوبیتان. میخواستم یه سلام بدم به ارباب من. خواهش میکنم. ما و بقیه بینندگان شبکه امام حسین رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. بفرمایید زیارت. حتما انشالله. بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتان، از همکارانتان. خدا به شما جزای خیلی. السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. السلام علیک یا امیر المؤمنین سید الحسین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام. السلام علیک یا امام حسن مجتبی علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله الاخر المهدي مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا چهارده نور مقدس سلام الله عليه. السلام عليك يا چهارده نور مقدس. هوا دستتان درد نکنه ان شاء الله. دعاگوی شما هستم. شما برای ما دعا کنید، برای ما، برای همه فامیل ما. تشکر. انشاءالله انجام وظیفه میکنیم. ممنونیم از تماستون و دعاهای خیرتون. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. سلام علیکم و رحمت الله. به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم. روزتان بخیر. التماس دعا. وقت شما هم بخیر. بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بله سلام آدی آقا. و علیکم السلام خواهر بزرگوارم. دست شما درد نکند. از رای دور زیارت میکنم حرم امام حسین را. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا حبل فضل العباس. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. اللهم عجل لولیک الفرج. آج آقا التماس دعا داره. دست شما لولیک الفرج. با نیابت ما انشاءالله زیارت کنید، دعا کنید برای ما، برای مشکلات ما. خدا امام حسین مشکلات ما را رفع کند. خدا امام حسین کمک کند که ما از نزدیک بیاییم حرم امام حسین را زیارت کنید انشاءالله. انشاءالله. دعای شما آج آقا. دست شما درد نکند. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. دعای خدا باشه دست شما بازم درد نکند آجی آقا. خیلی ممنون. خدا حافظ. التماس دعا داریم.
و نیابت ما انشاءالله نائب زیارت ما باشد. یا علی مدد، انشاءالله دعاگو و نائب زیارتون هستیم. خدا نگهدار همگی شما عزیزان باشه. شمایی که بیمار هستی یا بیمار داری بگو یا حسین. شمایی که برات عرض کردم هر گونه مشکلی اتفاق افتاده بگو یا حسین. 2.5 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام، خسته نباشین، التماس دعا دارم، محرمارم اینجا دعا کنیم. حتما بفرمایید، ما هم به شما التماس دعا داریم، زیارت کنیم، محتاجیم به دعا. با اجازه، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على فاطمه و ابی ها و بله ها و بنین ها و شهر مستمتعی بی ها به عدل ما احاد و به علم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الحسین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدة نساء العالمین، السلام علیک یا ابا الفضل امداری کربنا، السلام علیک یا خانم بگی علیه السلام، السلام علیک یا خانم زینب علیه السلام، السلام علیک یا صاحب الزمان، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. دستتون درد نکنه، التماس خدا قبول باشه انشاءالله. و همچنین یا علی مدد، خدا نگهدار شما. آخرین تماس رو هم دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. علیکم آجاقا، خسته نباشید، تشکر از شما و خادمین محترم. ممنون، متشکر، خواهش میکنم، بفرمایید، زیارت انتهای برنامه است. سلامت باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا مولای یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا صاحب الزمان یا شریک القرآن، یا محمد و یا علی و یا فاطمه و یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. ممنونم، خدا خیرتون بده. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج، در پناه صاحب زمان باشی، التماس دعا. یا علی مدد، انشاءالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر هم شما هم بقیه عزیزان بیننده از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. خدا رو شاکریم که در این مدت، ولو این که کم بود، ولی باز صدای شیعیانی از جای جای این کره خاکی به کربلای معلا رسید، الحمدلله رب العالمین. یا ابا عبدالله. خب، وقت برنامه تمام شد. در اینجا با ذکر شریف اللهم عجل لولی کالفرج شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و از خدا میخواییم هر چه زودتر همگی شما هم صحیح و سالم باشید، هم از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. زنده باشید و باشید تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یاد آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم، غم تو موندم، آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم. یا حسین کربلا، ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنم.